السلام علیکم بیننده های گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار و با مهمترین خبر گزارش های تازه که همکاران ما آماده نمودند مستقیما پیشکشتان میگردانیم. در استودیو با شما همراز عبدالمجید. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پادشاه بلژیک فیلیپ برقیه اظهار تسلیت ارسال نمودند که در آن آمده است اعلی حضرت خبر روی دادن سیل و آبخیزی های شدید در مناطق مختلف بلژیک که موجب تلفات جانی شده خسارات زیادی مادی را به بار آوردند باعث اندوه عمیق ما را گردید. خواهشمندم مراتب تسلیت و همدردی ما را در ارتباط با مرگ فاجعه‌ای شهروندان بپذیریم. آرزومندی شفای کامل آسیب‌دیدگان و رفع هر چی زودتر عاقبت‌های خرابی‌آور بارشات شدید هستیم. ادامه برنامه تلویزیونی اخبار. در دایره برگزاری واخوری رهبران مقامات سیاحی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال خوراک‌های ملی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. هدف از برگزاری فستیوال مذکور معرفی انانه و عرف و عادت‌های دولت‌های اعضای این سازمان بانفوذ از جمله طعام و خورش‌های ملی تاجیکی با جهانیان و تحکیم همکاری سیاحی میباشد. گزارش محمد مومنزاده. در فستیوال نمایندگان حکومت جمهوری، رهبریت وزارت و اداره‌ها، نهادهای سیاحی، دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای، مقامات اجرایی حکومت محلی و کرپوس دیپلماتیک مقیمی تاجیکستان، سیاحان و ساکنان پایتخت اشتراک داشتند. مقصد از برگزاری فستیوال گسترش بخشیدن فعالیت در ساحه سیاحی، معرفی انانه و عرف و عادت‌های دولت‌های به هم دوست و به این وسیله به جهانیان پیشنهاد خوراک ملی تاجیکی میباشد. سراول مهمانان و اشتراکشان از نمایش تئاتری کننده هنرمندان اوید به رسم قبول مهمانداری تاجیکان خوراک ملی تاجیکی در نهاری نصف روزی و شامگاهی از جمله آش پلاک و میوه های تر و تازه طرز پیشنهاد خدمت رسانی در آشخانه و طرفخانه ها خوراک های ملی دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای و امکانات های سیاحی هنرمندی را تماشا نمودند. در فستیوال طعام‌های عنعنوی با رسم و آیین‌ها و دیگر عامل‌هایی که هویت بی‌نظیر کشور یا منطقه را معرفی می‌نماید به نمایش گذاشته شده بود. اعلان گردیدن سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی به رشد سیاحی زمینه مساعد گذاشت. خوراک‌های ملی تاجیکی از نو احیا گشته، سیاحان داخلی و خارجی از لذت طعام‌های ملی با خبر گردیدند. منتظم برگزار نمودن فستیوال و ایدها از جمله اید آش پلو، خوراک‌های ملی و دیگر اید و جشن‌ها اینچنین به کار آغاز کردن طرفخانه و آشخانه‌ها با عنصرهای ملی بر رشد سیاحی و جلب بیشتر سیاحان تکان جدی بخشیدند. در این زمینه خطسیر سیاحی تشکیل کرده شده، سیاحان از اید و فستیوال‌ها بازدید می‌نمایند و از خدمت رسانی آشخانه و طرفخانه‌ها واسه استفاده می‌برند. محصولاتی که اساس طعام‌های ملی تاجیکی می‌باشند، تاریخی قدیمی دارند و با هر یک منطقه و فرهنگی آن علاقه‌مندند. کاروان کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف به ناحیه ناصری خسروی ولایت ختلان رسید. ساکنان این ناحیه از جانب پیشوای ملت برای هر یک خانواده تاجیکستان تقدیم نمودن این اثر بی‌زوال را اقدام بزرگ برای معرفت‌نوکی و بلند برداشتن سطح خودآگاهی مردم ارزوبی نمودند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندر سعید. در عرفه جشن سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کاروان شاعثر تاجیکان بابا جان غفوروف به ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان رسید. زیایان و فعالان این ناحیه دوردست کشور از جانب سرور دولت تقدیم گردیدن این شاعثر معرفگر تاریخ پرافتخار خلق تاجیک را بهترین تحفه در عرفه جشن فرخنده ملت می شمارند. ناحیه ناصر خسرو یکی از دوردست‌ترین ناحیه های کشور بوده، از مد نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دورنمان. و در حقیقت امروز مردم ناحیه ناصر خسرو به نهایت خوشحال هستند که امروز تحفه
اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، کتاب تاجیکان امروز دسترس مردم ناحیه ناصری خسرو گردید. در مرحله اول برای ساکنان ناحیه ناصری خسرو زیاد از 8500 نسخه این کتاب ارزشمند رسانیده شده، طور مسئولان کمیسیه بوصلاحیت ابراز داشتند تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر یک عائله مملکت تحفه کرده می شود. طور همگان آگاهی داریم، هنوز ضمن پیشنهاد پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت به حکومت مملکت سپارش داده بودند که با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر تاجیکان باباجان غفوروف از حساب فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بازنشر نموده، امروز در ناحیه ناصر خسرو این تحفه را دسترس کردیم. رحمت به همین جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که تاجیکان را همچون تحفه به طریق به مردم شریک تاجیکستان دسترس کردند. این تحفه اساسگذار صلح و وحدت ملی یعنی کتاب تاجیکان این تاریخ تاجیکیان ما است و مردم کشور با این کتاب در برابر تامین بودنش از تاریخ گذشتگی خود آگاه می شوند. در واقع این اقدام خردمندانه پیشوای معظم ملت به آن روانه گردیده است که مردم تاجیکستان که از تاریخ و تمدن اجداد و گذشتگان خیش آگاهی پیدا نموده به مقدسات ملت و دولت ارج می گذارند. مورد به یادآوری است که کتاب علامه باباجان غفوروف که از تاریخ و مدنیت و فرهنگ ملت باستانی تاجیکان نقل میکند، در سالهای سابق اتحاد شوروی با تعداد نهایت کم نشر شده، این شاه اثر بی‌نظیر برای همه ساکنان مملکت دسترس نبود. هم اکنون دسترسی این اثر بزرگ تاریخی در برابر بهره‌بری از تاریخ و تمدن و سرگذشت‌های پر افتخار خلق تاجیک همزمان در پیشبرد فعالیت‌های علمی به عالمان و پژوهشگران و دانشجویان مساعدت می‌نماید. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه ناصری خسرو برای برنامه اخبار. برنامه تلاوتی اخبار را ادامه می‌دهیم. ریویه گیگین شخصی و جمعیتی و فوسیله اجتماعی از جمله عملهای می باشند که ما رو از بیماری های سرایتی حفظ می نمویم. در نوحه شهرینا با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی کووید 19 از جانب مسئولین تدبیرهای بزرگردانی کوچه و مکانهای جمعیتی انجام داده شده، همچنین کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نیز در بین اهالی گزارانده می شود. گزارش از نوحه شهرینا. ریایه قایده های گیگین شخصی و جمعیتی، استفاده نقاب های محافظتی طبی و فاصله گیری اجتماعی از جمله تدبیرهایی می باشند که در سمت پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس تاثیر گذار می باشند. این هم در حالی که سطح سرایت یابی آدمان از این بیماری در منطقه و جهان زیاد می گردد، اهالی نباید فارغ بال باشد و این قایده های عادی که می تواند زندگی انسان را از خطر این بیماری رها سازد نادیده بگیرند. در همین زمینه امروز در ناحیه شهرینا از جانب مسئولین مقامات اجرایی و کارمندان مرکز سانیتاری اپیدمیولوژی اقدام های بی‌ضررگردانی کوچه و محله و مکان های سیر جمعیت اینچنین ترغیبات و تشویقات آید و پیشگیری این بیماری سرایتی دایر کرده شد. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شهرینا امروز در چورابینی یا اکسی حزبی که دایر گردید زیاده از 500 عدد نقاب های محافظتی و انتیسپتیکو اینچنین با مواد های بی‌ضررگرداننده خلور کوچه ها رو از ویروس و از هر گونه باکتری ها تازه کردند. در این روز کارمندان در یک جایگی با جوانان فعال در کوچه های ناحیه برای اهالی نقاب های طبی و مواد های آنتی‌سپتیکی را تقدیم نموده، همچنین آید به اهمیت رعایت تدبیرهای پیشگیری کننده در کاهش یابی سطح سرایت یابی به کرونا ویروس کارهای فهماندهی را عملی نمودند. در تمام باغ های فرهنگی فراغتی به نام ناصر جان معصومی، شاه اسماعیل سامانی و گلباغ به نام میرزا تورسون‌زاده در کوچه محله ها و در بازار سبا و به اهالی تقسیم کردن نقاب ها، دادن ورقه های پیشگیری بیماری کووید 19 تقسیم کرده شد.
مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان حفظ سالمی اهالی را در سیاست اجتماعی خود در اولویت قرار داده، در این سمت پیوسته تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. این است که هنوز از آغاز پیداشوی بیماری کووید 19 در تاجیکستان از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مهمی ضد اپیدمیکی راه اندازی کرده شد، اما ساکنان را می باید در این سمت بی‌پروا نباشند و با مسئولیت شناسی در حفظ سالمی خود و نزدیکانشان سالمی جامعه را تامین نمایند. در این روزها که جامعه تاجیکستان را بیماری کرونا ویروس به تشویش آورده است، ساکنان را می باید در سمت تازگی شخصی و جمعیتی مسئولیت شناس باشند و فضای سالم و تازه را برای آیندگان فراهم سازند. با مقصد حفظ اهالی از بیماری های سرایتی از جمله بیماری کووید 19 در شهر و دهات استرافشان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی گسترش داده می شود. به هیئت ستاد شهری گروه اختیاریان بخش جوانان و ورزش مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر نیز شامل گردیده بین ساکنان کارهای فرماندهی میگذرانند. گزارش مضبوط با بوزاده از شهری استرافشان. طبق نقشه چهارابینی ستاد جمهوریوی آید به مبارزه برای محوگرداندن بیماری سرایتی کووید 19 و جهد و تلاش مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری سرافشان ولایت سوخ، همروزه اعضای ستاد شهری پس از گرفتن دستور نوبتی در شهر و دهات کارهای ترغیباتی تشویقاتی دایر میسازند. در همبستگی با طبیبان و کارمندان میانه مؤسسه دولتی کمک اولی طبی سانیتری، مرکز دولتی نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی و مؤسسه دولتی بی‌ضررگردانی اپیدمیولوژی، اعضای ستاد شهری در کارخانه تشکلات اقتصادی و اجتماعی، تندرستی و معارف، ورزشی و خدمت رسانی، همزمان در گردش حولی به حولی شرکت فعال داشته، اهالی را به مناسبت احتیاط کارانه نسبت موج نوبتی بیماری کووید 19، حتمی بودن استفاده نقاب در جاهای سیرآدم و جمعیتی، در داخل نقلات مسیرکش، منتظم شستن دستان با صابون، استفاده پرمسئول از محلول های انتی‌سپتیکی، رعایت قطعی مسافه اجتماعی، با دست سلام نکردن و با آغوش نگرفتن یکدیگر، حتمی بودن قبول واکسن استرازنیکا کرونا واک، جهت بلندگرداندن مسئولیت بدن و تاب‌آوری به بیماری سرایتی کووید 19 و بیهوده به کوچه و جایهای جمعیتی نبرآمدن دعوت می‌نمایند. جوانان و دختران در جایهای سیرآدم و اشخاص بی‌نقاب، حتمی بودن استفاده نقاب و طبق قرار ستاد جمهوریوی هنگام مراتبه دویم بی‌نقاب به جایهای سیرآدم حاضر گردیدن شهروندان، جریمه بندی کردن ویران کنندگان قاعده استفاده نقاب را فهمانیده، سپس رایگان نقاب محافظتی تقسیم نمودند. با مقصد پرزور نمودن چارههای ضد اپیدمیکی وابسته به پنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان یکچند تغییر علاوه ها وارد کرده شده است. از جمله طبق آن گشت و گذار نمودن شهروندان به نقابهای محافظتی طبی در جایهای جمعیتی، بازارهای مرکزی، تمام نقطه های سودا، نقلیات های مسافرکشان منع کرده شده، از 2 تا 5 برای حساب میانه معین کرده شده است. وابسته به این، حالا از حساب کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، ریاست معارف، مؤسسه دولتی نظارتی سانیتری اپیدمیولوژی، سمت تندرستی، شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر و سایت اخبار عامه، زیاده از 110 گروه های کاری تأسیس داده شده، منتظم در بین جامعه کارهای فهماندهی را پردست داده. در یک جایگی با اعضای ستاد شهری، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشان، بازرسی دولتی افتومبیلی، بیمارخانه مرکزی شهر، مرکز طرز تشکل حیات سالم نیز توسط بلندگویک ها اهالی را برای رعایت قاعده های معاشرت و مسافه اجتماعی دعوت نموده، ورقه های ترغیباتی و تشویقاتی دسترس می سازند. مورد به تاکید است که هرچند برخی از ساکنان و مهمانان شهر باستانی استرافشان از عاقبت و پیامدهای غم انگیز تاثیر نهایی بیماری کووید 19 باخبر هستند، دیده و دانسته در جاهای سیرآدم و جمعیتی بی‌نقاب می گردند و باعث پهن شدن ویروس کووید 19 می شوند. این اشخاص اندیشه نمی کنند که با این رفتارشان سلامتی شهروندان دیگر، برادران و خواهران خود و نهایت اهل عائله را زیر خطر گشنوشونید می گذارند. موضوع دیگر، در دوره تدبیرهای آبادانی در ناحیه عبدالرحمن جامی نزدیک به 1 کیلومتر راه مرکزی ناحیه اسفالت پوش کرده شد. اقدام مذکور در زمینه سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی انجام داده شده است. همکاران ما عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قدیر گزارش می‌دهند. در ناحیه به نام عبدالرحمن جامی سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رهایی از مبسی کمونیکاسیونی همه‌جانبه مورد تطبیق قرار می‌گیرد. راه‌های سطح محل و کوچه‌ها در جماعت شهرک عبدالرحمن جامی دوام یک چند سال اخیر با تعمیر اساسی نیاز جدی پیدا کرده بود.
از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمنی جومی نزدیک به 1 کیلومتر راههای حدود کوچه آزادی جماعت شهرک پر اسفالت پوش گردید. اردوم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمنی جومی در زمینه سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی روحاندوزی کرده شده، در همین زمینه عزم جدی دارند که دیگر کوچه های سطح محل و دهات را نیز از نو بنیاد نمایند. امروز در کوچه ما، در کوچه آزادی که ما ایستاده ایم، راه ها منفرش گردیده ایستاده است که همه اینها با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ساخته به استفاده برای ما ساکنان ساخته به استفاده داده ایستادند. ما از آنها شکرگزار می باشیم و مینداری خش را بیان میکنیم، نه اینکه در یک کوچه آزادی. امروز ها در ناحیه ما در دیگر کوچه ها هم سامی ساختمان ها ساختن پل راه ها ادامه یافته ایستاده است. در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه ما اقدام گرفتند که کارهای آبادانی و سازندگی را مین بعد نیز دوام دهند. طور معلوم گردید مبلغ گذاری روح مذکور از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمنی جومی صورت گرفته، تکنیک های راهسازی از حساب صاحب کاران و شرکت های راهسازی تامین کرده شد. مواد ساختمان راه در مؤسسه دولتی نگهداری راه های اتومبیلگرد ناحیه عبدالرحمنی جومی آماده کرده شده، در بنیاد راه نو بیشتر از 200 تن اسفالت تیار استفاده گردید. با همین شیوه کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه های اتومبیلگرد ناحیه عبدالرحمنی جومی در 3 سال اخیر بیشتر از 40 کیلومتر راه های دارای اهمیت گوناگون را تعمیر و نوسازی کرده، وضع راه و کمونیکاسیا را در حدود ناحیه بهتر نمودند. او دستگیری مقامات محلی در حدود دهات افتخار، یکتود و شهرک عبدالرحمنی جومی به مسافه های گوناگون راه های خراب گردیده تعمیر و نوسازی گردیدند. بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان یک قطار کار را به انجام رسانیدیم. این چونین در شهرهای یون جومی ویلی ما که خیلی جوش فرسوده بود، ما تقریبا 500 متر روها یک لوخ اسفالت پوش کردیم. این چونین با دستگیری صاحب کاران در دیه چوربخ 700 متر روها ما یک جوه اسفالت پوش کردیم پره و انجام رسانی کاران. این چونین این حالا در روی افتانگرد رودکی یون جومی ویلی هم در با دستگیری بیوسته مقامات محل ما این علاقه خریب 1 کیلومتر رو پورا اسفالت پوش کرده گرفته سودیم. این چونین برای سازور پیشواز گرفتن استقلالیت وطن ما علاقه تا به امروز تقریبا 45 کیلومتر رو از طریق جوری برآوردیم. با مقصد زیاد نمودن درآمد خواجگی های دهقانی در ناحیه شغنان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در همین زمینه از جانب کارخانه واحدی دولتی تاجیک اگرولیزینگ در ولایت برای خواجگی های دهقانی دوردستترین جماعت دهات ناحیه زیاده از 40 تراکتور و 2 تکنیکی علفدرو دسترس کرده شد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکارانمان. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن زیست و زندگی و نیکو احوالی مردم و رشد سایه کشاورزی در مملکت توجه مخصوص داده، برای رسیدن به هدف دولت و حکومت تامین امنیت اوزوقواری در جمهوری از تمام امکانات ها استفاده می نماید. عین زمان در هر یک شهر و ناحیه ها مرکز های خدمت رسانی تشکیل گردیدن که به بهتر نمودن فعالیت در این سمت روانه می گردند. کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرالیزینگ در اساس درخواست خواجگی داران در مرکز ناحیه شغنان ولایت مختاری کوهستان بدخشان با استقبال سازوار پیشواز گرفتن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بنای خوشتر و زمانوی را مورد بهره برداری قرار داده. با به فعالیت آغاز نمودن کارخانه، دسترسی خواجگی داران به تکنیکا و تجهیزات کشاورزی بهتر گردید. بالا زیاده از 40 عدد تراکتور و 2 عدد علف درف کنک برای کشاورزان جماعت دهات ویر و دهه میدنشر ناحیه شغنان دسترس گردیدند. باید گفت که جماعت دهات ویر و دهه میدنشر یکی از دوردستترین جماعت های ناحیه شغنان به حساب رفته، مسکونان آن بیشتر به کشاورزی مشغول میباشند. در پرتو دستور هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همه سالا برای خواجگی های ولایت مختار کوهستان بدخشان، من جمله برای کارخانه فرهنگ بدخشان اگرالیزینگ، تخت و تجهیزات های کشاورزی از طرف کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ دسترس کرده میشوند.
در منطقه های بالایی نویه شغنان جهت سرد بودن اقلیم ساکنان دیه بیشتر به چارواداری و کارتاشک پروری مشغول می باشند. این است که مساحت زیادی زمین های بوشندگان این دیه با کشت خوراک چاروا بند می باشد. مردم جهت کم داشتن قوای کاری بعضن از عهده درو نبرآمده با زحمت های زیاد دوام هفته ها و ماه ها به کار جلب گردیدند. کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ برای ساکنان علف درو کنک ها را دسترس نمودند که زمینه خوبه برای بهبودی کار می باشد. سال گذشته در این منطقه بلنکو دوردسترین جماعت نوای شغنان روبروی کارخانه دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ با دهقانان با کشاورزان با خواجگی‌داران همین جماعت و آخری نمودن اینا طلب خود درخواست نمودن که جهت نرسیدن قوای کوری علف درو کنک دیسکی طلب کردن و یک حدت کردن کوباک. مسکنان جماعت دهات ویر و دهه میدین شهر نویه شغنان به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری ساحه در نوحیه و تامین نمودن منطقه های دوردست با تکنیک کاری عرض سپاس بیان میکنند. در دوره های 3 سال 4 سال پیش ما این زمین رو اساسا در مدت 4 هفته 2 هفته با درو و با دوست درو میکردیم. حاضر باشد در مدت نیم روز این رو درو رو تیار کرده. با دست آوردن حوصله دلخواه و تامین نمودن بازار استعمالی با محصولات نیازی اول یکی از نشانه های اساسی رسیدن به هدف استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری جمهوری تاجیکستان دانسته می شود. این است که اهل زحمت نویه شغنان برای رسیدن به این هدف سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از تمام امکانات ها استفاده می نماید. تاجنیسای فیض‌الله بک، مبارک شای رستم برای برنامه اخبار از ولایت مختار کوهستان بدخشان. بینندگان گرامی امروز برنامه اطلاعاتی اخبار خانه بود و سربلند میمانید.